سرخط خبرها وحشت آخوند حکومتی از آینده نظام سر همه ما را می برند. تصاویر تعرض به کارمند زن ایرانی در سفارت کنیا در تهران و افشاگری عضو ارشد سپاه پاسداران از جنایات عجیب این ارگان درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروح اخبار وحشت آخوند حکومتی از آینده نظام سر همه ما را می برن. اعتراف یک آخوند حکومتی به بیعتباری ولی فقیه و وحشت از آینده نظام اگر روزی سایه این رهبر از سر ما کوتاه بشه اول سر شماها را می برن. آخون میردامادی در نماز جمعه امروز اسفهان وحشت خود را از آینده نظام ابراز کرد و گفت مواظب باشید فرزندانتان گول نخورند اگر ما این قدرت را از دست دادیم دیگه چیزی نخواهیم داشت وی در ادامه گفت چرا خدایی نکرده نسبت به انقلاب و مقام ولایت کوتاهی میکنید چرا منبر میروید یک دعا در حق رهبر نمیکنید به خدا اگر روزی که نمیشود چنین روزی به خدا اگر یک روزی سایه این رهبر و انقلاب از سر ما کوتاه بشه اول سر شما ها را می برن. وی گفت رهبری را هدف قرار داده ایمان مردم را هدف قرار داده است چرا این همه رسانه ها و این همه سایت ها و این همه ماهواره ها علیه اعتقادات مردم دارند میجنگند و بسیاری را موفق شدن بیدین بکنند دشمن امروز داره این ولایت را میکوبد به هر عنوانی بتوانند علیه این ولایت کار میکند ادعای کارمند ایرانی سفارت کنیا درباره حدک حرمت توسط کارکنان این سفارتخانه اینجا بولوار آفریقا خیابون سروه بالاتر از میرداماد من 23 سال کارمند سفارت کنیا بودم 23 سال و ببینید بعد از 23 سال چه بلایی سر من آوردن سه بار دادگاهی شدم هیچ کدومشون تو دادگاه حاضر نشدن هیچ کدومشون و متاسفانه تو وزارت امور خارجهم به خاطر اینکه مسئولیت سیاسی دارن از جرم خودشون فرار کردن حالا من میخوام بپرسم من الان باید شکایتم رو کجا ببرم واقعا باید شکایت من کجا رسیدگی بشه وقتی که یه سفارتی میاد تو کشور خودم تو خاک خودم به یه زن این کارو میکنه به یه زن جانباز و خانواده شهید میزنه و هیچ کس نیست که جواب من باشه متاسفانه همه میگن که به کار شما رسیدگی میشه به کار من کی میخواد رسیدگی بشه جاسمون. و متاسفانه آقای جاشو گاتیمو رئیس بنده این غلط کردن و الان تو تعطیلات هستن و نمیخوان تعطیلاتشون خراب شه من میخوام ببینم آیا کشور من اگر یه شهروند از کشور دیگه بود تو بوق و کردا نمیکردن آیا من انقدر برای مملکتم که یه کشور آفریقایی بیاد این بلا رو سر من بیاره من سه بار دادگاهی شدم هیچ کدوم از دادگاه هم حاضر نشدن متاسفانه و آخر سرم به ذات مور خارجه گفتن که به خاطر مسئولیت سیاسی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم امیدوارم این فیلم دست به دست بشه و کسی بتونه مشکل منو حل کنه ممنون بنابر گزارش دریافتی از شهروندان یک بانوی کارمند سفارت کنیا در تهران ادعا می کند که از سوی یک مسئول در این سفارتخانه به نام جاشوا گاتمیو مورد حد که حرمت قرار گرفته است وی عنوان می کنند. به مدت 23 سال کارمند سفارت کنیا بودم و در خصوص این پرونده سه بار به دادگاه رفتم اما کسی در دادگاه حاضر نشد و به خاطر مسئولیت سیاسی که دارند در وزارت امور خارجه نیز پاسخگو نشدند وی با اشاره به اینکه جانباز و از خانواده شهید است میگوید من باید به کجا شکایت کنم وقتی که یک سفارت خارجی یک زن ایرانی را در کشور خودش مورد حدک حرمت قرار میدهد و هیچ مسئولی در این مورد پاسخگو نیست عضو گردان امام علی در دادگاه مردمی آبان فرمانده گفت از کمر به بالا بزنید شاهد 84 مادری بود که فرزندش در آبان 98 بازداشت شد و پس از آزادی به دلیل روانی شدید و ترس از بازداشت مجدد در اول آذران آن سال خودکشی کرد. دومین روز از دور دوم جلسات دادگاه بین مردمی آبان برای استماع و بررسی اظهارات شاهدان در خصوص آنچه در جریان کشتار معترضان در آبان سال 98 در ایران رخ داد با حضور 116 شاهد جدید به کار خود ادامه داد دور دوم این دادگاه از جمعه 4 فوریه آغاز و تا یکشنبه ادامه خواهد داشت. این دور از دادگاه بنابر ملاحظات امنیتی غیرعلنی و فقط با حضور روزنامه نگارانی که به طور ویژه برای پوشش این جلسات دعوت شدن برگزار خواهد شد. شاهد 458 شاهد 458 که از اعضای سابق گردان امنیتی امام بود یکی از شاهدان این جلسه از دادگاه بود. این شاهد به اظهارات فرمانده سپاهی این گردان در هدف قرار دادن معترضان اشاره کرد و بیان داشت فرمانده سپاه گفت که قائد باید جمع بشود از کمر به بالا را بزنید او درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان گفت شماری از نیروهای امنیتی از روی پشت بام ساختمان به مردم شلیک کرده و نیروهای این گردان پمپ بنزین را آتش زدند او در ادامه تصریح کرد که برخی از نیروهای سرکوبگر در این اعتراضات عرازل اوباش بوده و اعضای هشت و شبی و فاطمیون نیز در بین نیروهای امنیتی حضور داشتند. مریم فومنی عضو هیئت دادستانی دادگاه هم برای حفظ امنیت شاهد 504 که چشم پزشک است به جای او شهادت و گفتا روز 27 آبان 98 بیش از 70 نفر به دلیل گدوده گلوله به چشم در بیمارستان بستری شدند که بیش از نیمی از آنها بینایی یک یا دو چشمشان را از دست دادن شاهد 83 علی رضایی برادر ناصر رضایی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 به عنوان شاهد 83 در این دادگاه حاضر شد او در شهادت خود ضمن اشاره به نحوه کشته شدن برادرش گفت نیروهای امنیتی خانواده او را مجبور کردند تا مصاحبه تلویزیونی انجام دهند رضایی به نقل از یکی از شهروندان حاضر در مکان کشته شدن برادرش گفت کسی گوشی برادرم را برداشت و گفت تیر خورده به چشمش گفتن آن وقتی که برادرم تیر خورد فقط از طرف پایگاه بسیج و پشت بام های اطرافش تیراندازی اندازی می کردن. برادر آمانه شهبازی فرد دیگر کشته شده در اعتراضات آبان 98 هم به دادگاه گفت که پیکر خواهرم را با تهدید و پرداخت قرامت تحویل دادند. شاهد 407 نیز در اظهاراتش تصریح کرد که با بازداشتگان اعتراضات آبان مثل اسیران جنگی مفقود الاثر برخورد می کردند. شاهد 84 مادری بود که فرزندش در آبان 98 بازداشت شد و پس از آزادی به دلیل شوک روانی شدید و ترس از بازداشت مجدد در اول آذر آن سال خودکشی کرد این شاهد به نقل از پسر خود در این دادگاه اظهار داشت پسرم پس از آزادی به من گفت دیشب چند تا از بچه ها را در بازداشتگاه سپاه زنده زنده آتش زدند او افزود آنقدر فشار روحی روی پسرم زیاد بود که روز یک آذر خودش را حلقاویز کرد شاهد هشتاد پسرم را کشتند و اعضای بدنش را دزدیدند مادر یکی از کشته شدگان آبان 98 که در این دادگاه حضور داشت در شهادت خود گفت که نیروهای امنیتی به سر و گردن فرزند او شدید کردند به گفته او وقتی جسد فرزندش را یافتند اعضای بدنش را برداشته بودند نیروهای امنیتی به خانواده شاهد 80 گفتند که مقتول کارت اهدای عضو داشته به همین دلیل اعضای بدنش را بردن اما بعدها انکار کرده و گفتند او را کالبوت شکافی کردند شاهد 426 ابوبکر مهربانی دایی عثمان نادری جوان 28 ساله مریوانی و پدر یک فرزند نیز از شاهدان امروز دادگاه مردمی آبان بود او درباره خواهرزاده خود گفت که عثمان کولبر بود و هنگام گذر از خیابان توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت دو گلوله در پیشانی قرار گرفت مهربانی تاکید کرد عکسی که توسط رسانه ها از میدان شبرنگ شهر مریوان در جریان اعتراضات آبان 98 منتشر شد خون ریخته شده خواهرزاده وی بر خیابان بوده است این شاهد تعداد جانباختگان مریوان را 11 نفر اعلام کرد و گفته که سه نفر از آنها مفقود و لسر هستند. علی رضا برکتی دوست علی حسینی از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در مشکین دشت هم در دادگاه شهادت داد او گفت علی سرباز بود اما به دلیل شرایط بد مالی خانواده مجبور بود دستفروشی کند از داخل پایگاه بسیج به او تیراندازی کرده بودند او بیان کرد که مأموران پیکر علی را پس از دریافت پول گلوله و عقص تعهد از خانواده او پنج روز بعد تحویل دادند همزمان رضا حاجی حسینی روزنامه نگار درباره تاثیر این دادگاه بر افکار عمومی مردم ایران گفت شهادت شاهدان در دادگاه آبان 98 باعث می شود از هان عمومی نسبت به عمق جنایتی که اتفاق افتاده آگاه شود و همینطور کسانی که در این جنایت آسیب دیدن سکوتشان را بشکنند و وارد دادخواهی شوند. نخستین دور دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از 9 تا 23 آبان گذشته با حضور 34 شاهد برگزار شد. بر گزارش هیئت دادستانی این دادگاه پس از بررسی اسناد شاهدان جدید 27 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در سرکوب آبان 98 به جنایت علیه بشریت متهم کرده است با احتساب 133 مقامی که در دور اول این دادگاه به عنوان متهم معرفی شده بودند شمار متهمان به 160 تن رسید حمید سبی و رجینیا پاولوس اعضای حقوقدان هیئت دادستانی این دادگاه با ارسال نامه رسمی به محسن بهار و سفیر ایران در لندن از او خواستند تا متهمان را درباره موارد اتهامی آگاه کند. اعتراضات آبان 98 از روز 24 این ماه به دلیل افزایش سه برابری قیمت بنزین به مدت پنج روز ادامه یافت که بنا به گزارش سازمان های حقوق بشری طی آن نیروهای دولتی با خشونت بی سابقه حداقل 1500 نفر را کشته و هزاران نفر دیگر را زخمی و بازداشت کردند. در جریان این اعتراضات مقامات جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت سانسور کاملی از بازداب و انتقال اخبار سرکوب به خارج از کشور اعمال کردند پیش بینی می شود حکم نهایی دادگاه بین‌المللی مردم آبان در ابتدای سال 2022 صادر شود